هزار و یک شب چون شب 336 برآمد گفت ای ملک جوانبخت کنیزک زرد اشارت به کنیزک گندمگون کرده گفت مرا خدای تعالی در قرآن ذکر کرده و مدحت گفته و رنگ مرا به رنگهای دیگر برتری داده و فرموده است به زرد تند که رنگش بینندگان را شادمان می سازد. مرا لون بهترین الوان است و مرا رنگ به آفتاب و ماه و ستارگان ماند. من رشک ماه و مشتری و کشور سباحت و دلبری هستم. رنگ من چون زر عزیز است و در من بسی منفعت هاست و در مدح چون منی شاعر گفته محروی منا اگر بود چهره تو زرد خوش باش که در خیل نکویانی فرد. تو پیش روی یک سر محرویانی چون پیش روی یک سر گلها گل زرد. و ای کنیزک گندم گون رنگ تو چون رنگ گاو میش است. مردمان از تو نفرت کنند و هر چیزی که به رنگ تو باشد و هر طعام که رنگ تو دارد مسموم است و رنگ تو از علامات حزن است. هرگز در و گوهر و سیم و زر به رنگ تو نباشد. اگر تو را بیارایند زشت شوی و اگر آرایش تو برود زشتی تو بیفزاید. نه سیاه هستی که تو را تعریف کنند و نه سفیدی که تو را توصیف گویند و در تو هیچ گونه خوبی نیست. چنان که شاعر گفته هر که را عقل بود پیش رو و راه نمون نشود شیفته هرگز به رخ گندم گون. چون که آدم دل او میل سوی گندم کرد کرد از جنت فردوس خدایش بیرون. خواجه او را گفت بنشین و به کنیزک گندمگون اشاره کرد و او کنیزکی بود خوش سیما و سرو بالا بدیع و جمال و فرشته مثال و عنبرین موی و بهشتی خوی و لاغرمیان و فربه سرین تنی داشت نرمتر از حریر و زلفکانی سیاه‌تر از قیر. در حال به اشارت خواجه برخاست و گفت حمد خدایی را که مرا نیکو آفریده. نه فربه مذموم هستم و نه لاغر شوم و نه چون مبروز سفید و نه چون زنگیان سیاه و پلید، بلکه رنگ من پسندیده خردمندان و برگزیده شاعران است که گندم گون را به هر زبان مدحت گویند و او را به همه رنگ ها برتر شمارند. چنانچه شاعر گفته آن سیاه چرده که شیرینی عالم با اوست، چشم میگون لب خندان دل خرم با اوست. گرچه شیرین دهنان پادشهانند ولی او سلیمان زمان است که خاتم با اوست.
خال مشکین که بر آن عارض گندم گونه است، سر آن دانه که شد رهزن آدم با اوست. رنگ مرا ملوک رغبت کنند و شکل من لطیف است و قد من ظریف و مرا تن پرنیان است و قیمت من گران. من در ملاحت و ادب و فصاحت به غایت رسیدم، مرا مزاح خوش است و ملاعبت من دلکش. اما تو ای کنیزک زردگون به سرگین همی مانی، تو را طلعت چون طلعت بوم است و طعم تو چون طعم زقوم، و هر که با تو هم خوابگی کند زیق نفس آرد. باید که دل به مرگ بگمارد و از نکویی در تو نشانه ای نیست و در وصف چون تویی شاعر گفته: متنفر ز بس که مکروهی، از تو و صحبت تو افریت است. روی تو هست زرد چون کبریت، نفست همچو دود کبریت است. چون کنیزک سخن به انجام رسانید، خواجه به او گفت: بنشین. چون قصه بدینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. به روایت شهرزاد فتوحی، تنظیم از مجتبی میرسمیعی.